سوال میندازه، کوی فوقی نداریم پس گراف کوی نرمالی هم نداریم، پس به خاطر دریافت گرافای شیر فورس و اکسلاما ما خطای محوری داریم. پیش از این ما در قدم اول اکسلاما را پیدا میکنیم که به خاطر اکسلاما اینجاست سامشن قوه ها را اینجاست در محور ایکس که بگیریم ایکس مساوی به صفر است، ضرورت به این نیست که ما نشان دهیم. حالا اینجاست به خاطر دریافت اکسلاما های ای وای و بی وای که اکسلاما های عمودی است اینجاست سامشن مومنتا در نقطه ای مساوی به صفر قرار میگیرد. دوران بی وای نظر به نقطه ای مخالف هم پیدا میشود. طبق معمول اینجاست مجهول ما کدام دوران را که داره امور مثبت میگیره. حالا اینجاست بی وای قوه عمودی فاصله و فوقی باید گرفته شود 4 2 6. از این یک سر میم اول پوینت دو تا رو ختم میکنید، از اون بعد باز دوباره میشم. پیش از اینکه در پوینت دو ببینید دوران مومنت متمرکز میگه که مطابق عقرب ساعت است، لازم به این معادله به تمام منفی گرفته شود، منفی 3. اول از در پوینت دو که اولی افتون که دورانش مطابق است علامه از منفی افت ضرب قوه عمودی فاصله افقی تا به نقطه زی 5، 2 جمع 2 جمع 1 5. حالا مثل ششتن هم دورانش مطابق است علامه منفی 6 ضرب 1. قوه دیگه نیست از نقطه ای به طرف چپ قرار داره، دوران دیگه نیست مخالف، مخالف یعنی مثبت، مثبت 5 ضرب 2. بعد دیگه نیست حالا ما شدت قوه معادل بار متشرر پیدا میکنیم، هم از 4 تن فورس فی متر و هم از 3 تن فی متر. حالا میزد در قدم اول 4 ضرب 2 8. قوی معادل این جنسه در وسط شمال میکنه، یعنی فاصلش جنسه 1 متر 1 متر و مقدارش هم 4 2 8. دوران 8 نظر به نقطه این جنسه مطابق، مطابق یعنی نظر به این معادل الان باید منفی گرفته شد، یعنی که 8 ضرب 1 جمع 2 2 4 6 6 1 8. این چیشون نیست شدت بار متشرع البته به شکل قوی معادل، و بعد نیست بار متشرع از محور از نقطه A به طرف چپ قرار داره شدت زیر پایان میگیم، یعنی قوی معادلش هم 3 2 6 تن فورس، فاصله شما نیست 1 متر 1 متر، دوران نیست مخالف علامه مثبت 6 ضرب 1 مساوی با 0. معلوم مجهول بی وای اطراف تقسیم 6 از مسافت کتر برم مثبت 3 مثبت 7 ضرب 5 مثبت 6 منفی 10 مثبت 8 ضرب 7 منفی 6 که بی وای مساوی میشه با 12 تن فورس. وقتی که بی وای پیدا کنید شما سمیشن قوه در محور وای استفاده کنید. خب در سمیشن قوه نظر به محور وای اینجاست شما وقت استفاده کنید که شما بفهمید که در معادله اول مومنت اشتباه نکنید. اگر در معادله مومنت اول که شما عکس العمل پیدا کنید اگر اشتباه کرده باشید، اگر شما صفیقه سمیشن قوه اگر عکس العمل ای وای پیدا کنید اون قیمت برتان بعد سوارده میتونید داله کردوش اشتباه است، پس شما تا که در معادله اول مومنت خوب صحیح چک نکردین که درست است و یا خیر، شما از معادله سمیشن قوه در محور وای استفاده نکنید. حالا یه ما میفهمیم که جواب تا که جواب صحیح است، ما میتونیم که از سمیشن قوه ها نظر به محور وای مساوی با صفر استفاده کنیم. جهت مجهول ما به طرف بالا سیر مثبت میگیره، یعنی ای وای مثبت بی وای قیمتش 12. قوه های نصف از یک سر بخاطر بار منتشرام نصف راستان از این شدت هایش استفاده میکنه، منفی 8 منفی 7 منفی 6 منفی 6. مومنت متمرکزی نصف بالای محور وای قرار نداره پس یه اسکیپ است و یک قوه دیگه میمونه نصف که منفی 5 مساوی با 0. ای وای مساوی میشه با یک عدد، پیش از اینکه ما گفتیم که اگر شما از سمیشن قوه ها نظر به محور وای وقت استفاده کنید که شما بفهمید که معادله اول اشتباه نکرده باشید، حالا اینکه بخاطر از این من قصدم
برتون دیوای اشتباه شکل این دسته که دیوای قیمتش 12 تا نیست 14 تا است. اگر این ما اینجا سبا اگر از 12 هم اگر استفاده میکنم اگر اینجا برای ما کدام قیمت میداد اینجا سبا وقتی که مثلا سمیشن قوار بخاطر چک اگر نظر به میوار وای میگرفتم باز هم برای ما اینجا سبا جواب اوکی میداد داره که اینجا سبا 12 تا اشتباه بود پس به این خاطر برتا میگرسیم که شما از سمیشن قوار وقت استفاده کنید که بفهمید که اشتباه نکنید پس بساز اینجا سبا 14 تا است این قیمت که اینجا سبا اینجا 12 هم دیگه هم 14 است پس ای وای مثبت 14 منفی 8 منفی 7 منفی 6 منفی 6 منفی 5 مساوی با 0 ای وای مساوی میشه با 18 تن فورس پس از روی اینجا سر ما فهمیدیم هم ای وای چند است و هم بی وای ای وای مساوی میشه با 18 تن فورس و بی وای مساوی میشه با 14 تن فورس که به اساس اینجا سر وقتی شما سوال رو پیدا کردین تقریبا 50% سوال در نصف حل میشه که حالا نصف وقتی که سوال اکثر رو پیدا کنیم و جواب میریم با خاطر دریافت گرافی قواهی دو کنیم حالا نصف اکثر آنها رو ما دریافت کنیم نصف فهمیدیم که ای وای 18 تن فورس است و بی وای 14 تن فورس است وقتی که اکثر آنها رو ما پیدا کنیم نصف بسیار به طریقه ساده نصف میتونیم که بار منتشره یا از اثر بار منتشره قوی متمرکز و مومنت متمرکز گراف قوی ارزی پیدا کنیم که دریافت قوی پروسیجر دریافت قوی ارزی که از این نظر بیا از طرف راست باشه پس یا از طرف چپ براست به این سوال نیست ما کار میکنیم که از طرف چپ براست بریم مطالعه میکنیم از طرف لفت به رایت مطالعه میکنیم حال نیست فکر دوران قوی نیست از طرف چپ براست مطالعه کنیم پایتون اینجا سر دورانش از طرف چپ براست مخالف افرا بساند مخالف یعنی منفی منفی به اساس سیستم شرقی نصف علامه قیمت منفی به طرف پایین میه یعنی که پایین یعنی که نصف پایین بارش میشه واحد چه بخاطر نشون نمیگه نصف که دینجا نشته کردیم که تون فورس هنه که دیگه گراف کل واحد ها و کل قیمت هایی که نشته میکنه واحدش تون فورس هست حالا نصف دیمی نقطه که در نقطه جی پایین که واحد شده کامل کردین نصف از نقطه جی تابع بار متشره هم داره که بار متشره اینجا نصف که وقتی که ما در قسمت اوورهنگ داشته باشیم ضرورت به این نیست که در سه نقطه پیدا کنیم یکی در شروع یکی در انجام شدت بار متشره در نقطه جی خود صفر چون فاصله نداره 3 ضرب 0 0 وقتی که در نقطه ای بخواهیم پیدا کنیم نصف 3 ضرب 2 میکنیم 3 دو 6 شدت 6 هم نصف مخالف اقرب ساعت است یعنی 5 جمع 6 11 در نقطه این جسم از سر بار متشابه و از سر پوینت بود جسم مقدارش می 11 6 جمع 4 6 جمع 5 11 وقتی که در نقطه این است جسم عکس العمل 18 هم مو داریم عکس العمل 18 دورانش مطابق اقرب ساعت است از طرف چپ براست پس از 18 مطابق که 11 مخالف بود جسم 7 مطابق میمانه هفت مطابق از میمان خونسا به طرف بالا حال این یسر تاثیرات نقطه هفت تا با نقطه اف یکسان میریم یعنی که ثابت است وقتی که در نقطه اف رسیم یسر ششتون هم دورانش دوران ششتون یسر مخالف اقرب ساعت است پس از هفت مطابق که شش مخالف بره یک مطابق میمانه یعنی یک مطابق اون یسر به طرف از میمان خونسا به طرف بالا میباشه در نقطه ای که رسید مثل مومنت متمرکز بالای شیر فورس تاثیر نداره پس انتقال میخواد تا نقطه بی در نقطه دی که رسید مثل مقدار از یک است در نقطه دی دوران افتون رسید مخالف از افت مخالف که یک مطابق بره شش مخالف میمانه یعنی که از میمان خودسا به طرف پایین از یک مخالف از یک مطابق که افت مخالف بره جسم شش مخالف شش مخالف تا به نقطه بی نسب یکسان انتقال کرده وقتی که در نقطه بی رسیدین نسب شش مخالف آمد در نقطه بی عکس العمل بی وای هم عمل کرده که 14 تن دوران 14 تن از طرف چپ و راست مطابق است پس از 14 مطابق که شش مخالف بره 8 مطابق میمونه 8 مطابق از محور خونسا به طرف بالا عالی نسب چون بار متشخص نال از طرف چپ و راست شروعی بار متشخص هستی ختم بار متشخص هست حال این هستم در شروعش خود 4 ضرب 0 0 8 خودش حال این هستم در نقطه انجامی 4 ضرب 2
4 ضرب 2 8 8 دوانش از طرف چپ راست یه سر مخالف پس از 8 از 8 مطابق که 8 مخالف کنه صفر یعنی دین نقطه اینجا سر شیر فورس چند است؟ صفر به شکل خطی واسکش میکنی حالا اینجا سر این نقطه نه 5 یکت 11 واسکش میکنی و آدگاهش رو واسکش کردیم اینجا سر علامه ازی مثبت منفی مثبت 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 منفی خطوط هم اینجا سر به شکل عمودی چون تاثیرات و مقدار گراف بای ارزی نیسته به این سمت هست پس اینجا سر بسیار با سادگی ماتانه سر که گراف بای ارزی را پیدا کنیم وقتی که گراف بای ارزی را پیدا کنیم سر حالا چی میکنیم سر که میایم سر دریافت گراف کوی در مومنت انحنایی یا بندنگ مومنت نشان میکنیم که بی ام دی واحد شتون فور ضرب متر آن اینجا زن به خاطر دریافت بندنگ مومنت اینجا سبیده ما میفهمیم که در شروع و ختم سیستم وقتی که ما مومنت متمرکز نداشته باشیم و کدام اتکای سخت نداشته باشیم مومنت ها صفر است پس بسیار پاسدگی ما میفهمیم که مومنت در نقطه جی مساوی است و مومنت در نقطه سی مساوی است و صفر آن اینجا سبیده سره دریافت مومنت در نقاط داخلی سیستم در نقاط داخلی سیستم اینجا ما میتونیم در نقطه بی D, E, F, A, Y, G مومنت ها را پیدا کنیم که در نقطه سر در نقطه اینجا ما مجبور هستیم که هم از طرف لفت مومنت پیدا کنیم هم از طرف رایت مومنت پیدا کنیم بخاطر ازی پیدا کنیم که مومنت متمرکز باعث شکستاندن دیاگرام مومنت میشه پس بخاطر ازی سر در یک نقطه از دو طرف پیدا میکنیم در دیگه نقاط از یک طرفه که هر طرفه که ساده تر باشه برمان آن نیسه میرم سر نقطه B در نقطه بی اگر ما مومنت از طرف چپ پیدا کنیم مثلا کل قوا را باید ما زد قوا را زد بازوهاش کنم تا که ما مومنت پیدا کنم چون کار ما مشکل میشه ما میخوایم که از طرف راست بگیرم پس مومنت در نقطه بی از طرف رایت مساوی میشه بعد از طرف رایت اینجا سر شدت بار منتشر را ضرب فاصلهش میکنم تا اون نقطه بار منتشر میدن را به طرف پایین میاره اینجا سر کشش در بالا علامه من 8 ضرب 1 مساوی میشه با منفی 8 تن فور ضرب متر آن اینجا سمیم سره مومنت در نقطه دی مومنت در نقطه دی از طرف رایت پیدا میکنم از طرف رایت اینجا سم یک بار منتشر یک اکس علامت از سر بار منتشر میده به طرف پایین خم میشه علامه منفی 8 ضرب 1 جمع 1 2 مساوی میشه منفی 16 تن فور ضرب متر نه یه که خب وقت که پیدا کنید یا سب صرف اکسل اول ماند پیش مونید سب که اکسل اول هم ضرب میکنیم از اثر بی وای میله به طرف بالا میره کشت در پایین علامه مزبط 14 ضرب 1 منفی 16 مزبط 14 مصابه میشه به منفی 2 تن فورس ضرب متر حالا یه سر مومن در نقطه ای هم از طرف رایت باید ما پیدا کنم از طرف لفت حالا یه سر مومن در نقطه ای از طرف رایت مساوی میشه برم بار منتشره اینجا سر منفی 8 ضرب یک جمع 3 4 بی وای میده را به طرف بالا میبره کشید تا پایین علامه مثبت 14 ضرب یک جمع 2 3 افتون میداره به طرف پایین میره کشش در بالا علامه منفی اف ضرب دو خوی دیگه نداره میرسه که مسایی میشه به یک عدد منفی چهار تن فور ضرب متر آن کسی به سره مومن در نقطه ای از طرف لفت چون مومنت متمرکز است این قیمت رو نمیده مومنت برای ما مشکل نمید آن کسی به طرف لفت پایش رو تا را اول مطالعه میکنیم باز زو بار متشر از این اکثر پنج تن نظر به نقطه ای قسمت پارشن جی را نیست به طرف پایین میاره کشش در بالا علامه منفی منفی پنج ضربه دو جمع اک سه سه و دو پنج ای وای نیست میلر به طرف بالا کشش در پایین علامه مثبت اجده ضربه سه یک جمع دو سه ششتون اینجا سی میلر پایین میره کشید در بالا علامه منفی شش ضربه دو
پانچ دو تا خلاص میشه بیا دو سه بود حل شد. حالا یه دوبار منتشره سه تن فورس فیلم تر داریم که شدت از این سه ضرب دو شش میلاره به طرف پایین میره علامه منفی سه ضرب دو شش ضرب فاصلهش دو متر است که در وسط شمال میکنه یک متر از این میشه یک متر از این دو 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 چهار. پس مومنت رفتی این مسئله میشه با منفی هفت تن فورس ضرب متر در رفته ای هم پیدا کنم. حالا مومنت در رفته اف از طرف لفت بگیم یا رایت از طرف لفت بگیم که کار آسان شما منفی پنج میلره پایین بره علامهش منفی پنج پنج ضرب قوه ضرب بازو دو جمع یک سه بار متشنه دیسته میلره پایین بره علامهش منفی شش شدتش هست شش ضرب یک جمع یک دو ایوای میلره بارا میبره کشید در پایین علامه مثبت هجده ضرب یک مسئله میشه با یک عدد منفی نو تن فورس ضرب متر. یک نقطه دیگه مانده است که مومن در رابطه ای باید پیدا شد. مومن در رابطه ای از طرف لفت یا رایت از طرف لفت میگیم که کار آسان شد چون تعداد قواها کمتر است. پنج تون میده را پایین میره منفی پنج ضرب دو بار متشره شدت شد میگیرین و بار متشره میده را پایین میره نظر به نقطه ای علامه منفی سه ضرب دو شش ضرب یک مسئله میشه با منفی ده و منفی شش منفی شانزده تون فور ضرب متر. خب قیمت ها رو پیدا کردیم اینیمه قیمت ها رو در داخل دیاگرام نرسد وزن میکنه که بسیار پسادگی مومنت رو نرسد که دیاگرام رو ترسیم کنیم. مومنت در نقطه سی سفر مومنت در نقطه جی سفر مومنت در نقطه بینج نرسد منفی اشت قیمت به طرف بالا هشت مومن در نقطه دی منفی دو یعنی که در نقطه دی نیست منفی دو مومن در نقطه ای از طرف رایت مساوی میشه با منفی چهار یعنی که منفی چهار و از طرف لفت مساوی میشه با قیمتش اینجا مساوی است با منفی هفت یعنی این هم به طرف بالا مومنت در نقطه F مساوی میشه با یعنی که مومنت در نقطه F اینجا سه مساوی با منفی نو یعنی از محور خونسا به طرف بالا به اساس سیستم شده که اگر در غربی بود یعنی تمام ارقام منفی به طرف پایینی بود مومنت در نقطه اینجا سه مساوی با منفی 16 که اینجا سه اسکیلش کمه که زیادتر میگیم میشه که داخل دیاگرام قویت شما منفی 16 حال اینجا در جایی که بار منتشر به شکل مقعر کرد میگیریم یعنی که کرد به شکل مقعر میگیریم که نقطه از غریش به طرف پایین باشه چون سایه هستی که تمام کشش زیاد میده در قسمت کاردیلیبر یا در قسمت انجامیش میشه پس به این اساس میرسد این قسمت نقطه سیره که دیدین جسد به شکل کر بسید میکنیم دیگه نقاطه که داخل کرد میرسد تمام کنش به شکل خطی میگیریم یعنی نقطه اشت که دیدو به شکل خط اینا نیسته مومنتی در نقطه ای از طرف راید چار است پس دو رکتی چار وصل میکنم یعنی به کنم شکل نیسته به این شکل و طرف لفت است مومنت در نقطه ای افت است پس افت رکتی نو وصل میکنم و نو رکتی شانزه و شانزه رکتی سفر سفر به کنم شکل به شکل کار بگیرم نیسته یعنی داخل کلش لاینی هنی قسمتی نیسته کلش کار قیمت در این سیستم نیست نظر به این بار متشنه و نظر به این سیستمی که داشتیم کل گاره این نیست محاسبهش که دیزاین وقتی شما کنش سیخای اساسی یعنی سیخای محاسبی در قسمت بالان دارتن میشه این دیاگرام بندگ مومن شد که از روی از اینجاست شما میتونید که هم گراف کوی ازیر بدست بیاریم و هم گراف بینیم مومنت یا مومنت اینجوری